همراهان عزیز رادیو نشاط در سری برنامه های حقوقی هستیم. در این برنامه خانم لیلا آریا، وکیل دادگستری و وکیل دادگاه عالی استرالیا که در زمینه خانواده، مهاجرت، کیفری، بیزینس و ملک فعالیت می کنند، در برنامه همراه ما خواهند بود. برنامه امروز راجع به کارهای حقوقی بعد از طلاق هست و همینطور مهریه و طلاق ایرانی چطور در استرالیا انجام میشه که در طی برنامه توضیحات خانم لیلا آریا رو خواهیم شنید. سلام خانم آریا، خیلی خوش اومدیم به رادیو نشاط. سلام نایجان، خیلی خوشحالم که در خدمت رادیو نشاط هستم و سلام میکنم به دوستان عزیزی که به برنامه ما دارن گوش میدن. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم و در رادیو نشاط حضور پیدا کردید. خب برای شنوندگان و خب امروز بینندگان عزیز رادیو نشاط، اول از همه خودتون رو معرفی کنید تا بیشتر باهاتون آشنا بشن و زمینه فعالیتاتون رو بدونن تا بریم سراغ سوالاتی که در این زمینه مطرح خواهد شد. من خب اسمم لیلا آریا و من وکیل دادگستری هستم، وکیل دادگاه استرالیا هستم و در زمینه های همونطور که گفتین خانواده، مهاجرت، کیفری، بیزنس و ملک فعالیت داریم. دفتر حقوقی ما آریا لویرز هستش که در تقریبا ایریه های بیشتر لا رو توی تمام استرالیا انجام میدیم. بعضی از ایریا های لا هستن که نمیتونیم تو تمام استرالیا انجام بدیم، فقط توی کوینزلند انجام میدیم، ولی مثلا خانواده، مهاجرت و بعضی از کیفری ها رو میتونیم در تمام استرالیا انجام بدیم. خیلی هم عالی. خب با من اولین سال میشه لطفا توضیح بدید که مراحل قانونی بعد از طلاق چی هستش؟ چون خیلی ها گیج میشن که چه کارهایی باید انجام بدن و خب یه سری مراحل قانونی داره که مسلماً با مراحل قانونی که در ایران هست متفاوته. اونهایی که باید در استرالیا انجام بشن لطفاً برای دوستان عزیز ما توضیح بدیم. درست. ببینید بعد از جدایی معمولاً اولین کاری که باید بکنیم که اول یه لیگال ادوایس بگیریم. نمیخواد حالا شروع کنیم به کارهای حقوقی، فقط یه لیگال ادوایس که بدونید که رایتتون چی هستش توی استرالیا و کجا ایستادین در حقیقت. دومی به نظر من حالا قبل از اینی که برسیم به کارهای حقوقی این هستش که دو نفر از هم خونه هاشون جدا بشه و اینکه کی بره بیرون از خونه، کی تو خونه بمونه، بچه ها با کی فعلا زندگی کنن و سومی اون وقت میریم توی مراحل حقوقی. که توی استرالیا برعکس ایران که وقتی که طلاق میگیرین شما به حال مال و اموال، مهریه، همه اینا با طلاق میاد، توی استرالیا در حقیقت طلاق ارزش خاصی نداره. طلاق یه برگه‌ایه که به شما این قدرت رو میده که دوباره ازدواج کنین. همین. مهمترین کارها توی استرالیا تقسیم اموال و ارنجمنت بچه رو تعیین کردن هست. حالا پس از نظر قانونی و حقوقی ما سه تا کار رو بعد از طلاق انجام بدیم. یکی تقسیم اموال که مهمترینش هست و بچه ها، ارنجمنت بچه ها و بعد طلاق که گفتم طلاق اونقدر افکتی نداره. مهمترین بچه ها هستن ارنجمنتشون و پراپرتی سلتلمنت یا تقسیم اموال. بله. خب همیشه مال و اموال در استرالیا تقسیم بر دو میشه، یعنی به نسبت مساوی بین زوجین تقسیم میشه؟ خب برای تقسیم اموال ما تقریبا 4 تا، اول 5 تا استپ رو باید بهتون بگم که باید 5 تا مرحله است. مرحله اول البته اگر که به دادگاه بریم دیگه، اگر توافقی باشه که اون فرق داره. مرحله اول این هستش که اصلا دادگاه نگاه میکنه ببینه که توی سرکمستنسز این دو نفر آیا اصلا عادلانه هست که تقسیم اموال تقسیم بشه یا نه. مثلا اگه بهتون یه مثال بزنم که یه نفری یه عالمه
ملک داشته یا عالم پول داشته و یکی میاد ازدواج میکنه، بعد از مثلا 6 ماه یا با هم دیگه زندگی میکنن، بعد از 6 ماه اصلا حالا زندگی که بعد از 2 سال حتما باید بشه که بتونن برن اصلا سراغ تقسیم اموال، مثلا ازدواج میکنن، بعد از 6 ماه یا 4 ماه اصلا جدا میشن. بعضی وقت دادگاه میاد نگاه میکنه که آیا اصلا باید اونجا برن تقسیم کنن اموال یا اصلا نکنن. این اولین. بعد که فکر کردن که خب اموال باید تقسیم بشه، بعد مرحله بعدی هست. مرحله بعدی این هستش که میایم کاری که میکنیم استخر دارایی رو تعیین میکنیم. استخر دارایی شامل همه چیز هست، تمام چیزهایی که دو نفر دارن امروز، خونه، ماشین، طلا جواهرات، فرنیچر خونه، بیزنس، حسابای بانکی، تمام اینها میشه شیر، مثلا اینها میشه دارایی دو نفر که ما بهش میگیم استخر مالی. استخر مالی وقتی که میگم شامل همه چیه، یعنی اینکه شما مهم نیست که مثلا یه نفری حساب بانکی به اسمشه، بیزنس به اسم یه نفر دیگه است، خونه به اسم یه نفر، تمام اینها با هم دیگه شیر هست. یعنی در حقیقت توی فامیلی لا لیگال تایتل ها مهم نیستن. چیزی که مهم هست این هستش که این دارایی به اسم یکی از شما هستش و این میاد توی استخر دارایی. و بعد مرحله بعدی میایم contributions یا مشارکت های دو نفر رو توی طول ازدواج یا قبل از ازدواج یا بعد از طلاق یا بعد از جدایی ما میایم contribution ها رو نگاه میکنیم. مشارکت ها میتونن مشارکت های مالی یا مشارکت های غیر مالی باشن. مشارکت های مالی مشارکت هایی هستن که یه نفری تو طول ازدواج کار کرده، و مشارکت های غیر مالی اون هستش که یه نفری بچه نگه داشته، خونه رو تمیز کرده، چمن زده. مشارکت های مالی غیر مالی همونقدر حائز اهمیت هستن که مشارکت های مالی اهمیت دارن. یعنی من همیشه این مثال میزنم، وقتی که دو نفر 30 سال با هم دیگه ازدواج کردن، یه نفر فقط کار کرده، یه نفر فقط بچه داری و خونه داری کرده، این دوتا مشارکتاشون درسته. خانم هم کار انجام دادن اینجا. دقیقاً. برای همین ما اینجا نمیگیم که آقا چون پول رو آورده آقا مشارکتش بشه. اینجا تقریباً 50-50 میشن. و بعد مشارکت های مالی اینجا financial contribution، مثلا اگر یه نفری قبل از ازدواج یه خونه داشته، اونجا مشارکت های مالی این فرد بالاتر میره و به همین سطح هم اگر بعد از سپریشن مثلا یکی اومده یک سال مورگیج خونه رو داده و یکی هیچ مشارکتی دیگه نداشته، خب اونجا دوباره مشارکت های مالی اون فرد بیشتر میشه. بعد از که ما مشارکت های مالی رو توی طول ازدواج در نظر گرفتیم، بعد میریم قسمت بعدی که میشه فیوچر نیدز یا نیازهای آینده دو نفر. نیازهای آینده ما میایم سن دو نفر رو در نظر میگیریم، میایم اینکه دو نفر چقدر هلتشون چجوریه، کدوم مریضه کدوم سالمه، بچه پیش کی میمونه، کی باز بچه نگهداری میکنه، اینکام کپاسیتی دو نفر رو میگیم. اینکام کپاسیتی یعنی اینکه دو نفر در آینده یا همین الان چقدر دارن در میارن، چقدر جابشون سیکیور هست. اینا میشه نیازهای آینده دو نفر. مثلا تو کیسی که به شما گفتم که دو نفر 30 سال ممکنه با هم دیگه زندگی کنن و خانم توی خونه بمونه، آقا یه بیزنس موفق داشته، اینجا 50-50 مشارکت ها اگر هیچی هم قبل از ازدواج نداشته باشن، اینجا میشه 50-50 مشارکت های دو نفر. چیزی که اینجا خیلی درصد رو میبره بالا نیازهای آینده است. الان این آقا یه بیزنس موفق داره و در آینده میتونه پول درست کنه. خانومی که 30 سال توی خونه مونده امروز دیگه نمیتونه بره یه کار خوب بگیره، امروز نمیتونه یه کریر برای خودش درست کنه. برای همین اینجا خانوم نیازهای آیندهش زیادتره، مخصوصا اگه بچه ها پیش خانوم بمونن و اینکه خانم دیگه الان نمیتونه تو ورک فورس وارد بشه. برای همین ما اینجا میایم به خانم درصد بیشتری میدیم.
تو این ازدواج 30 ساله‌ای که دو نفر خب این زندگی رو ساختن، ولی خب به خاطر اینکه خانم الان نیازهای آیندهش بالاتره درصد بیشتری میگیره. آخرین مرحله کورس میاد نگاه میکنه که حالا با توجه به اینکه ما این دارایی ها رو و این درصد رو به دو نفر دادیم، آیا این درصد عادلانه هست توی سرکمستنسز دو نفر یا نه؟ میایم از این زاویه بهش نگاه میکنیم که عدالت برقرار شده یا نشده و بعد اونجا دیگه درصد میدیم. حالا این میتونه این موقعیه که ما میریم دادگاه و ولی خب همین به قول معروف پرینسیپال رو اجرا میکنیم موقعی که آدم ها که معمولا 99% کارشون به دادگاه نمیرسه و ما سعی میکنیم که با هم دیگه قبل از اینکه برن دادگاه با هم دیگه توافق کنن، ما همین پرینسیپال رو میایم انجام میدیم وقتی میخوایم تقسیم دارایی انجام بدیم. خیلی هم عالی. خب خانم ها میتونن مهریه‌شون رو اینجا درخواست بکنن؟ منظور مهریه ایرانی هستش، وقتی که خب طلاق میگیرن به خانم های ایرانی مهریه طلاق میگیره. در مورد مهریه چیکار میشه که تو استرالیا آیا میشه مهریه رو گرفت؟ ببینید قانون ایران و قانون استرالیا چون دوتا جوریستیکشن مختلف هستن، معمولا دوتا قانون جدان، دوتا اصلا به هم دیگه هیچ ربطی ندارن، برای همین نه خانم نمیتونه اینجا مهریهش رو بگیره و اگر میخواد مهریه رو بگیره باید بره ایران بگیره، که بعضی وقتا حالا نمیخوام تو اون دیتیل وارد شم، ولی بعضی وقتا اگر مهریه ایران گرفته بشه اینجا بعضی وقتا تاثیر میذاره روی، به خاطر اینکه خب اگر بیان ثابت کنیم که خانم یه پورشنی از این چیزو گرفته، دادگاه بعضی وقتا میاد نگاه میکنه به اون. و حالا راجع به مهریه اینجا گفتم که چون جوریستیکشن نداریم، ولی معمولا وقتی که ما داریم با همدیگه زوج و زوجین توافق میکنن، میای مهریه هم اینجا در نظر میگیریم. بعضی وقتا خانم میگه که من مهریه هم میبخشم، تو ایران نمیرم هیچ کاری بکنم، و بعد ما همینجا باید یه کلازایی توی کانسنت اوردر که داریم مینویسیم که به کورت بدیم بره، یعنی این مال اون قسمتی نیست که آدم ها میرن کورت، این مال اون قسمتی هست که آدم ها با همدیگه توافق کردن. وقتی که توافق کردن لویر ها دوتا کار میتونن بکنن، یه دونه یه اگریمنت بین دو نفره که دو نفر باید لویر داشته باشن که خیلی من اینو ریکامند نمی کنم. دومی کانسنت اوردر هست که یه نفر فقط لویر داشته باشه کافیه، یه نفر دیگه فقط میتونه یه لیگال ادوایس بگیره و بعد اون لویر درافت میکنه و دو نفر امضا میکنه و اون لویر میاد و به دادگاه لاج میکنه. دو نفر اصلا نمیخواد دادگاه، من خیلی پروسه آسون و استریت فورواردی هست. اونجا اون وقت ما میایم کلازای مینویسیم برای مهریه و اونجا اون وقت میایم اگر خانم بگه که خب من نمیخوام مهریه، بگم در عوضش درصد بیشتری از اینجا از پروپرتی میگیرم، میایم اونا رو اینکورپوریت میکنیم توی کانسنت اوردرا که تکلیف مهریه اینجا مشخص بشه. بستگی به سیچویشن دو نفر داره، بستگی به این داره که طلاق دیورس استرالیا انجام شده نشده، برای همین یا وکیلای ایران رو اینوالو میکنیم که اونا اونجا یه سری داکیومنت ها رو اکسچنج کنن با تیمی که توی ایران داریم، تیم وکیلا اونجا میان یه سری کارها انجام میدن که مطمئن بشیم که دو نفر خانم حق طلاق رو گرفته وقتی که مهریه رو بخشیده، و اینکه اینجا هم یه سری کلازا رو میذاریم توی کانسنت اوردر که مطمئن بشیم که این قانون معمولا اجرا میشه. البته معمولا میگم بستگی به سیچویشن دو نفر داره که چه راهی رو بریم. بعضی وقتا از همینجا از سفارت ایران میتونیم همین کار رو توی سفارت ایران انجام بدیم، از همینجا توی کمبرا، برای همین دیگه بستگی داره به سیچویشن دو نفر که چطوری میتونیم اینو سورت اوت کنیم، که معمولا یا توی خود کانسنت اوردر میذاریم یا از سفارت ایران انجامش میدیم یا اینکه تیممون توی ایران وکیلو توی ایران انجام میدن. درسته. یه سوالی برای خودم پیش اومد، اگر یه شخصی بیاد
این وسط حالا خونه یا اموال ماشین حالا هر چیزی که هست رو به اسم یه نفر دیگه بکنه، اینجا چی پیش میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ آره اتفاقا سوال کنی؟ خیلی خوبی بود. آره به خاطر اینکه ما قبل از اینکه تقسیم اموال رو انجام بدیم یه چیزی به اسم دیسکلوژر هستش. دیسکلوژر یعنی اینکه ما تمام مدارک دو نفر رو، یعنی اینو دادگاه میخواد که مدارک دو نفر، تمام ریز حسابای بانکی توی یک سال، دو سال گذشته، هر چی که شما بخواین یا طرف مقابل بخواد باید اکسچنج بشه. حسابای بانکی، سوپرتون، نمیدونم خونه به اسمتونه، تو همه جای دنیا اگر چیزی داریم باید دیسکلوز کنید. خب و این باید قبل از اینی که ما پراپرتی ستلمنت رو انجام بدیم این مدارک با هم دیگه اکسچنج بشه، ریز حسابای کردیت کارت، بانکی، همه اینا. حالا بعضی وقتا شده که عزیزان توی ایران چیزی دارن و نمیگن. خب اگر کار به دادگاه برسه، الان خب مثلا بعضی وقتا میشه که من از طرف دادگاه اپوینت میشم که برم اموال دو نفر رو توی ایران چیز کنم، لویرا رو توی ایران اینوالف کنیم و برن دنبال مال اموال که ببینیم که چه مال اموالی توی ایران دارن. ولی این مال موقعیه که دیگه آدم ها به اگریمه نمیرسن و دیگه کارشون میرسه به دادگاه و دیگه توی اون پروسه که بیفتن، آره حتی اگرم یه چیز رو قایم کنن احتمالاً خیلی سخته، ولی خب احتمالاً میشه که این کار انجام بشه. ولی خب دو نفر باید به صورت صادقانه، میگیم full and frank disclosure، یعنی صادقانه و خیلی چی میگن بدون رو راست آره بیان و همه مدارک رو با هم دیگه اکسچنج کنن، بگن من این خونه رو دارم اینجا توی این دنیا، توی این جای دنیا این ملک رو دارم و این پروسه هست که، و باید مدارک رو با هم دیگه اکسچنج کنن. این پروسه هست که باید قبلش انجام بگیره. حالا سوالتون اینه که بعضی وقتا یکی بیاد خونه رو به اسم یکی، توی استرالیا که معلوم میشه و این خیلی هم عادی و خیلی هم شایع هستش، مثلا طرف میاد یهویی $100,000 میرسه به اسم به حساب خواهرش یا این خونه رو، خب ما میتونیم در بیاریم. البته به نظر من زن و شوهری که با هم دیگه زندگی کردن تقریبا میدونن که چی به چیه، کی چی داره. نمیشه که یه دفعه out of blue یه چیزی بیاد و آدم ها ندونن که چیه. ولی خب معمولا تو استرالیا که میتونیم انجامش بدیم، توی ایران هم میگم اگر برن کورت و کار به اونجا برسه میشه که انجام داد. و اگر چیزی دیسپوز بشه، یعنی معمولا ما میگیم که بعد از سپریشن هیچی رو دیسپوز نکنید یا نفروشین یا به اسم کسی دیگه نکنید. اگر این کار انجام بشه و در بیاریم که این کار انجام شده، میگیم که اون پول برگرده به حساب یا اون خونه برگرده به اسم خودتون، یا اگرم به اسم مادر شده اون خونه مال این دو نفر هست دیگه. حالا اگر قبل از دیسپوز باشه این اتفاق میفته باز هم؟ یعنی شخص حالا با برنامه پلن این کار رو انجام داده باشه قبل از اینکه بخواست جدایی رو اعلام بکنه و بره تو اون پروسه طلا، کاراش انجام داده شد، تمام مال اموال پول نقد و فلان اینا منتقل کرده باشه، بعد آماده بشه برای شرایط طلاق، آیا اینها هم شامل این قضیه میشه؟ آره مثلا مال اموال منتقل بشه، همون حسابای بانکی که بهتون میگم که ریزش رو آدمو باید به هم دیگه بدن، خب توی اون ریز حسابای بانکی معمولا خب میاد که شما 100,000 تا رو انتقال دادین به ایران. اگر خونه دیسپوز بشه خب میتونیم هیستوریش رو در بیاریم توی استرالیا. توی ایران گفتم میشه، ولی خب باید به این دادگاه و دیگه توی اون پروسه بیافتین. توی هر لحظه ای شما میتونید بگین که من میدونستم این خونه اونجا بوده و بعد خب، ولی خب میگم این دیگه امیدوارم که دوستان به اونجا نرسه کارشون و با هم دیگه توافق کنن که واقعا همیشه میگم که یه طلاق موفق واقعا طلاقی است که حداقل آدما اونقدر جنگ نیفتن که بخوام برن دادگاه، و چون واقعا دادگاه جای بسیار بسیار استرسفول و خیلی خیلی گرونی. امیدواریم که هیچ کدوم از دوستان در این شرایط قرار نگیرن در ابتدا، ولی خب اگر هم باشه حواسشون رو جمع کنن که با راحت ترین
پروسه بتونن این کار رو انجام بدن. خب خانم ماریا، یه شخص خونه رو ترک میکنه، آیا اون ملک اون خونه به شخص بعدی میرسه، به حالا زوج یا زوجه میرسه؟ نه دیگه، توی گفتم توی استرالیا تقریبا همه چی مال هم دیگه است و شما اگر خونه رو معمولا نه، شما اگر خونه رو ترک کنید اون خونه هنوز مال شماست، حتی اگر که اون خونه به اسم شما نباشه. منتها موقعی که خونه به اسم افراد نیست، این رو باید توجه داشته باشن که یک کویت باید بذاریم روی خونه که این خونه قبل از اینی که تقسیم اموال انجام میشه فروش نره. برای اینکه خب وقتی که شما خونه به اسم یک نفر هست، اون طرف این قدرت رو داره که بره خونه رو بفروشه. بعد خب درسته که ما میتونیم دوباره پول رو پس بگیریم اینا، ولی خب باید بریم دادگاه، پروسه خیلی سختیه. برای همین بهتره که قبل از اینی که این کار انجام بشه، وقتی که دو نفر فکر میکنن که میخوان از هم جدا بشن، روی خونه چیزی میذاریم که اون خونه یا اون بیزنس یا اون ملک فروش نتونه فروش بره تا پراپرتی ستلمنت انجام بشه. بله. خب در مورد خیانت بهمون بگین، یکی از زوجین به همدیگه خیانت میکنن، آیا تو استرالیا این عواقبی داره، مخصوصا زمانی که میخوان مال و اموال رو تقسیم بکنن؟ درسته، دوستان خیلی این سوال رو میکنن. توی استرالیا ما نو فالت دیورس داریم، یعنی طلاق بدون تقسیم، و مهم نیست که دو نفر چرا از هم جدا شدن. اگر یه نفر خیانت به اون یه نفر میکنه، متاسفانه این هیچ عواقبی نخواهد داشت و اینکه هیچ تأثیری روی تقسیم اموال، طلاق اینا نمیذاره. درسته. دو نفر زیر یه سقف زندگی اگر کرده باشن، میتونن از هم دیگه طلاق بگیرن؟ اوکی، این میاد قسمت دیورس. من تا الان برای تقسیم اموال صحبت کردم. دیورس یا طلاق که اون سرتیفیکیتی هست که به شما میدن که زیادم ارزشی نداره تو استرالیا، فقط اینه که یه طلاق دیگه، دیورس پیپر. اون یک سال بعد از هم جدا باشین تا بتونین دیورس بگیرین. یک سالی که از هم جدا باشین میتونین تو زیر یک سقف باشین، منتها باید واقعا از هم جدا باشین زیر یک سقف، یعنی با هم دیگه توی اتاق نباشین، با هم اون یکی برای اون یکی غذا درست نکنه، هر کس کار خودش رو انجام بده. معمولا تو سوشال ستینگ ها خیلی نباید زن و شوهر باشین، البته خیلی ها هستن که هستن به خاطر بچه، ولی خب باید دو نفر وقت یه نفر دو نفر بیان شهادت بدن که میدونن که شما از هم جدا هستین. و برای همین فقط دوستان این رو باید به خاطر داشته باشن که اگر طلاق صادر بشه، حکم طلاق که همون دیورس سرتیفیکیت هست اینجا، بعد یک سال بیشتر وقت ندارن که پراپرتی ستلمنت رو انجام بدن. بعد از یک سال پروسه باید حتما دادگاه برن که پروسه خیلی سخت میشه، بعد از دادگاه اجازه بگیرن و پروسه خیلی سخت و طولانی میشه. و همین من همیشه توصیه میکنم قبل از اینکه طلاق رو بگیرین پراپرتی ستلمنت رو انجام بدین یا تقسیم اموال رو. درسته. توصیه به دوستان عزیز ما دارید خانم آریا برای اینکه راحت تر بتونن این پروسه رو طی بکنن و تمام شرایط و جوانب رو در نظر بگیرن و بعد اقدام کنن برای گرفتن طلاق؟ بله، من توصیه‌ام این هستش که اولا که خب عزیزان وقتی که پیش ما میان، چیزی که باید در نظر بگیرن اینه که واقعا به انتهای خط رسیدن، یعنی تمام تلاششون رو کردن، کانسلر رفتن، پیش همین مریج کانسلر رو اینا رفتن و واقعا دیگه راه برگشتی نیستش. یعنی یکی از شرایط اینه که راه برگشتی نموده دیگه، چون وقتی که توی
مسائل قانونی وارد میشیم، آدم ها اصلا از اون، من همیشه میگم به بدترین ورژنشون تبدیل میشن، که واقعا آدم هایی که میبینین که آدم هایی بودن که خیلی هم منطقی بودن، ولی انقدر یه دفعه غیر منطقی و انقدر انماسیتی و دشمنی میاد که واقعا دیگه یه ذره راه هم برگشت باشه دیگه اونم از بین میره. برای همین یکی این که واقعا روزی که دیگه به انتهای خط رسیدین کاری حقوقی رو شروع کنین. دومین کاری که واقعا توصیه میکنم این هستش که از دادگاه سعی کنن دور بمونن، یعنی واقعا سعی کنن که، چون ما اولش میایم نگوشیشن انجام میدیم و بعد اگر نشه میریم میدییشن، که بعد چیزی که به دوستان توصیه میکنم اینه که دادگاه نرن. دادگاه به خاطر اینکه گفتم پروسه گرون و استرس فولیه، کاری که زمان برم از احتمالا خیلی خیلی زمان بره، تقریبا اگه بخوان تا آخرش برن یک سال طول میکشه. کاری که ما میکنیم یکی خود لویر ها، یا یه لویر با طرفی که لویر نداره میایم وارد نگوشیشن میشیم، سعی میکنیم که یه آفر بدیم که همونجا آفر قبول بشه و درافت کنیم مدارک رو. اگر اونجا به اگریمنت نرسن دوستان، میریم میدییشن که میدییترها، که مثلا من خودم یکی از اگریتیتد میدییترها هستم، یه نفری میشینه که میدییتر باشه بین دو نفر و بعد سعی میکنه که این دو نفر رو به اگریمنت برسونه که دیگه اگر به اگریمنت برسن دیگه ما درافت میکنیم کانسنت اوردر رو دادگاه نمیرن. دیگه اگر همه راه ها رو رفتیم و این دو نفر به اگریمنت نرسن، دیگه آخرین ریسورسمون دیگه دادگاه هست، که معمولا 99% کیس ها قبل از این که برسن دادگاه با هم اگری میکنن و حل میشه. برای همین توصیه هم اینه که واقعا آدم ها با هم دیگه سعی کنن اگری کنن، به خاطر اینکه هر چه زودتر با هم دیگه توافق کنید، حالا هیچ کس به اون چیزی که میخواد نمیرسه توی این. حتی اگر من دوستان همیشه میگم که تنها کسایی که برنده میشن توی دادگاه، دو نفر میان دادگاه، فقط وکیل ها هستن، هیچ کس اینجا خوشحال بیرون نمیاد. و واقعا تا آخر دادگاه برین بازم به اون چیزی که دوست داشتین نرسیدین احتمالا. برای همین همیشه من میگم که حالا یه ذره کامپرومایز باید بکنین از اون چیزایی که میخواین، ولی خب بعد دیگه، ولی خب واقعا بعضی از کیس ها هست که دیگه واقعا باید بره دادگاه و باید جاج تصمیم بگیره، ولی خب معمولا 1-2% بیشتر نیستن توی کیسایی که واقعا تا آخر دادگاه میرن. و بعضی وقتا میشه که دیگه مینیمم 50,000 تا کیسی داشتیم که 800,000 نفر خرش کنم، خب پراپرتی پولشون خب خیلی زیاد بوده. ولی آره درسته، آره، امیدواریم که دوستان اول عوارضش رو در نظر بگیرن، عوارض احتمالی رو، و بعد اقدام کنن برای هر کدوم از شرایطی که خب احتیاج دارن. میگم در ابتدا اولا روزی میکنیم که اصلا به این شرایط نرسن، به شاد و خوشحالی رو داشته باشن. حالا دیگه در آخرین راه دیگه در صورت شما دوستان عزیز، شما وکلای عزیز هستین که بهشون کمک کنین که با کمترین آسیب به مرحله پایانی برسن. خیلی ممنونم لیلا جون از توضیحاتی که دادی. و یه سوال این که دوستان اگر بخوان با شما در ارتباط باشن، حالا چه سوالاتشون رو بپرسن و چه این که بخوان مراحل قانونیشون رو با شما مشورت بکنن، چطوری میتونن با شما ارتباط برقرار کنن؟ من وبسایتمون که هست arialawyers.com.au و بعد تلفنمون هم 07-2102-3699 و موبایل خودم هست 0433-800-888. دوستان میتونن با ما تماس بگیرن، توی وبسایتمون هستش که ما معمولا 10 دقیقه فری کانسالتیشن داریم، منتها جنرال کانسالتیشن تو دیتیل افراد نمیتونیم بریم و لیگال ادوایس نمیتونیم بدیم به خاطر مسائل بیمه، و ولی خب میتونیم به صورت خیلی کلی راهنماییشون کنیم و اگر هم بخوان که میتونن دیگه وقت کانسالتیشن بگیرن.
خیلی عمالی. چیز دیگه ای با شنوندگان عزیزم رو میخوای در میون بذاری؟ یا نه، من خیلی خوشحال شدم که واقعا در خدمتتون بودم، در خدمت بینندگان شنوندگان عزیز بودم. امیدوارم که همه واقعا هیچ وقت کارشون به این قسمتی که این قسمت قانون نرسه و همیشه واقعا زندگی شادی رو با هم داشته باشن. خیلی ممنونم لیلا جون از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و در رادیو نشاط حضور پیدا کردی. امیدواریم که باز هم شما رو ببینیم و